رادیو همراه بفرمایید. سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر. صدای من واضح میاد؟ صداتون خوبه، بفرمایید. آقای دکتر، من یه توضیح کوتاه اول راجع به خودم میدم خدمتتون. من 21 سالمه. دو سال پیش اومدم اروپا برای تحصیل تنها و اینکه توی ایران چند بار مشاور رفتم برای مدت‌های طولانی و به من گفتن که از مشکلاتی که من دارم یکیش اضطراب جداییه و یکی اختلال شخصیت نمایشی. خب به من بگید شما چند تا خواهر برادر دارید؟ من بچه اولم، یه برادر دارم فقط که از من 2 سال کوچیک‌تره. خب چرا، برای چی شما راهی اروپا شدید در این سن و سال عزیز؟ حقیقتش من پدرم وقتی که قبل از اینکه ازدواج کنم خودشون خیلی دوست داشتن که برای تحصیل برن خارج از کشور، خیلی خیلی، و اصلا همیشه اینجوری ما رو بزرگ کردن که شما باید درس بخونین، برین به یه جایی برسین، موفق بشین و اینجور چیزا. برادرم خیلی زودتر از من فرستادن، برادرم رو تو سنی که دبیرستانی بود فرستادن اروپا، منم وقتی که مدرسم تموم شد برای دانشگاه فرستادن. خب منم حقیقتا بعدم نمیومد که برم یه جایی خودم و خودم باشم، مستقل باشم و اینا. اما وقتی که اومدم نصب کنین آخه عزیزم، این افکار بسیار دور در شرایط خاص و استثنایی غلطی. بچه دبیرستانی برسیم برن اروپایی کس بشن، گویی در ایران این همه دوستانی هستن که دورهای دانشگاهی رو در دانشگاه خوب ایران میگذرونن، در همه دانشگاهی بزرگ امریکا و جهان و اروپا. اگر 50 تا دانشگاه در جهان هست، برخی از این دانشجویان رو در جهت گرفتنشون به رقابت با هم مشغولن. بنابراین چرا فرض ما بر این است که باید بریم اروپا که کسی بشیم، اونم یه بچه رو در دوره دبیرستان بفرستن، ده ها آسیب و گرفتاری پیدا؟ شما رو نمیگم، برادرتون رو. بله بله. بعد شما رو هم به این حرف که بود، به خاطر اینکه برادر من نه تنها موفق نشد، بلکه خیلی اتفاقای بدتری براش افتاد. یعنی رو آورد ماریجوانا و پوکر و کازینو و اینجور چیزا. یعنی اصلا اون چیزی که پدر مادر من میخواستن نشد. پدر و مادرتون عزیز من، اولا صبر کنید، پدر و مادرتون اشتباه و غلط و بد میخواستن. دوم، بچه‌ای که نمیدن تو این دنیا آرزو و هدفهای غلط و بد ما رو بعدن تعقیب کنه. باباتون دلش می‌خواسته بیاد اروپا، حالا بچه‌شو بفرسته بره اروپا؟ این شد استدلال؟ اینکه اوج خودخواهی و نادانی من خودم می‌خواستم یه چیزی بشم نشه، حالا به بچه‌م میگم تو برو به جای من یه چیزی بشو که من می‌خواستم. یعنی چون میدونم شنوندگان، نه صبر کنید، چون شنوندگان خوب عزیز میشن، این کار سراپا اشتباهه. حتی من با 18 سالشم مخالفم با شما مسئله دارم. شما باید لیسانستون تو ایران میگرفتید، یه نوع آگاهی و آموزش خاصی مربوط به ایران رو پیدا میکردید. اگه درستون اینقدر خوب بود و علاقمند به تحصیل بودید، بعد از لیسانستون میخواستید بیایید، اونم تازه تو رشته‌هایی که تو ایران ای بسا پیدا نمیشد. و الا اینکه کار درستی نبوده و نیست. حالا برادر از گفت، شما گفتید چند سال از شما کوچکتره؟ 2 سال. الان چند سال؟ 10 سال. چند سال الان اروپاست برادر؟ 4 سال. یعنی بچه 15 ساله رو پدر مادر فرستادن گفتن برو اروپا که اونجا یه کسی برای خودت بشی. یکی از چیزایی که دکتر به من گفت این بود که پدر من فوق‌العاده آدم کمال‌گراییه و نمیدونم که آیا اینم با این کمال‌گرایی رو منم خیلی ضربه زده، اینجوری که دکتر تشخیص داد. نه، اینا کمال‌گرایی نیست عزیزم. کمال‌گرایی یعنی کوشش برای بهتر شدن. این یه حسن انسانی است و اصلا با در بچه‌ها کمال پرستی پرفکشنیزمه که نتیجه استراب و گرفتاری و بیش از حدش بیماریه. کمال پرستی بیماری عزیز و نشانه وحشت یه آدم از اشتباه و شکست. یکی از چیزایی که من باهاش مواجه شدم این بود که مثلا همیشه پدر من میخواست اگر یه چیزی ما انجام میدیم مثلا اون بهترینش باشه. مثلا اگه ما مدرسه 18 میگرفتیم راضی نبود که چرا، در حالی که 18 یا 19 نمره خوبیه. مثلا هیچ وقت همیشه میگفت خب حالا مثلا چرا 20 نشدی، یا ما مثلا خیلی برای امتحان آیلتس هم خوندم مثلا نمره قابل قبولی گرفتم که تونستم دانشگاه هم قبول بشم. مثلا بابای من توقع داشت که من مثلا آیلتس 9 بگیرم که یه چیز
حتی خیلی از آمریکاییام نمیتونم برم. حالا اصلا بحث آمریکایی و غیر آمریکایی نیست عزیزم، اینا خودخواهی نادانیه و اگر از یه مرحله بگذره کمال پرستی بیماریه، از اون بگذریم. خب چه خبر است الان در زندگی خودتون؟ بعد من که وارد هلند شدم توی دانشگاه با یه آقای آشنا شدم که ایشون دورگن، نصفشون مال عربستان، نصفشون هم مال آسیا. آسیا یعنی کجا؟ نه خب نه، عربستان هم آسیا است. آسیا ایشون آسیا یعنی چه؟ نه سمت نه سمت خاورمیانه، از اون سمت آسیا. حالا مال کدوم کشور هست؟ مال ها؟ مال کدوم کشور؟ خب اصلا شما از یه آدمی چرا باید به خاطر ملیتش خجالت بکشید؟ بله درست. نه خجالت نمی کشم، ایشون نه، به خاطر اینکه ما، حالا من اگر بیشتر از به خانوادم توضیح بدم میفهمید، ما یه سری فامیل داریم که بعضی اگر کسی به شما زنگ بزنه اینا رو ریکورد میکنن، بعد میفرستن تو گروه های فامیلی که ببینین این اتفاق افتاده، فلانی زنگ زده به آقای دکتر، مشکلش این بوده این بوده. خب به هر حال هر کسی که رو خط بیاد یه همچین احتمال و خطری هست، ولی بعدم من شما میخواید او رو پنهان کنید. این آقا چند سالشه؟ ایشون 25 سالشونه، نصفشون مال عربستانه، نصفشون مال هنده. و اینکه من تو دانشگاه باشون آشنا شدم، ما دانشگاه بیزینس میریم، من مالی میخونم، ایشون ریال استیت میخون. اما خب اون اوائل ایشون دانشگاه رو ول کرد و ولی خب از وقتی که من اومدم من هیچ ایده ای نداشتم که اینجا باید چی کار کنم، چجوری زندگی کنم و خیلی چیزایی دیگه، و هیچ فامیلی یا کسی هم اینجا نداشتم. ایشون خیلی مثلا به من کمک کرد، برای اینکه خونه از خوابگاه بعد می اومدم بعد یه مدت مشخصی بیرون، برای اینکه خونه پیدا کنم یا نمیدونم، تو همه چیز خیلی به من کمک کرد، یه جورایی نقش خانواده رو برای من داشت. و من هر جوری بود با اینکه خیلی از طرف ایشونم اذیت می‌شدم، نمی‌خواستم که اینو از دست بدم و هر جوری بود که می‌خواستم اینو نگه دارم، تا اینکه من کار پیدا کردم و خواستم که وقت قرارداد کاری داشتم، خواستم خونم رو عوض کنم، چون تو خویه خونه‌ای که بودم حالت خونه دانشجویی داشتن، با چند نفر شعر بود و اینا، وقتی که دیدم که خب الان درآمد دارم میتونم برای خودم جا بگیرم با قرارداد کاریم، شروع کردم دنبال خونه گشتن. بعد ایشون به من گفتن که اگر بخوای ما میتونیم، اول به من گفتن که من وقتی خونه گرفتی منم میام با تو میمونم، بعد یه مدت گذشت گفتن که نه اصلا بیا یه خونه بزرگتر بگیریم که با هم بمونیم، و اینجوری هی گذشت اینا، در نهایت ما مجبور ما یه خونه گرفتیم که با هم بمونیم و الان یک ماه که تقریبا ما بیش از یک ماه و دو هفته که ما داریم با هم زندگی میکنیم و خیلی با هم مشکل داریم، خیلی خیلی زیاد. و ایشون همیشه اولین چیزش اینه که همیشه اولین تهدیدش و اولین مشکل، هیچ وقت نمیخواد بشینه حرف بزنه مشکلی رو حل کنه، همیشه فقط منو تهدید میکنه که من میذارم میرم از خونه میرم. یا آخه عزیزم صبر کن اولا ببین عزیز، من بیام خودم رو ببرم یه جایی که فرض کنید به عنوان یه دختر 20 ساله 19 ساله 21 ساله هرچه تبدیل بشم به یه بچه 2 ساله، بشم یه بچه 6 ماه، بعد یه کسی من بغل کنه این ور اون ور بره بگم وای این داره چی کارا برای من میکنه. شما رفتید توی کشور غریب، اون کار غلط بدی بوده که پدر و مادر شما کردن و فرستادن، بعد حالا یکی میگرده خونه براتون پیدا میکنه، بعد آب و برق خونتون رو مثلا وصل کن، تلفن براتون میگیره، بهتون میگه که اینجا اتوبوسش اینجاست، کارتش اونجاست، نمیدونم قطارش اینجاست. آخه اینا چیزی نیست که آدم بعدن فکر کنه وای یه کسی آمده و براش جراحی کرده از مرگ نجاتش داده. یه سری کاراست که آدم با کوشش و خطا پیدا میکنه. برای شما اگر یه دختر یا پسر ایرونی یا هر جای دیگه پیدا میکردید کمکتون میتونست بکنه اگر اونجا بوده، این همه بچه ها هستن میان آدم ها میبرنشون تو مراکزی کاراشون انجام میدن، کل این کارا هیچی نیست. بعد به شما بگه بیا با هم زندگی کنیم،
شما یه دختری از ایران پاشیدید آمدید یه دفعه پاشید برید با یه مردی تو اروپا که حالا از هر جام اومده کاری به اون ندارم، بعدم با هم مسئله و مشکل داشت باشید، بعدم الان تهدیدش اینه که من میذارم میرم. خب درک چی میشه؟ شما بدون او مثلا چی میشید؟ غذا گیرتون نمیاد، زندگی نمیتونید بکنید، میمیرید، چی میشه؟ خیلی تنها میشم. نفهمیدم یعنی چی خیلی تنها میشم؟ شما اولا انتظار دارید برید هلند اونجا تنها نباشید؟ خب این همه دانشجوی ایرانی هست یا غیر ایرانی هست باشون دوست میشید به عنوان یه دوست، ولی تنها باشم یعنی چی؟ من هر کی که آمد اروپا باید بره با یکی زندگی کنه. من آدم ها تنها راه حل تنهایی اینی که پسر و دختر تا وارد این کشورها شد بره با یک کسی نزدیک بشه، بعد ببری رنج ببره، دعوا کنه، اختلاف داشت باشه، اشکال داشت باشه. مثلا باور نمی کنم شما رو. برام یک کشور پیشرفته ای مثل هلند میتونن مراکز دانشگاهی تون هر جا میرید کمکتون کنن برای حل این مسائل. بعدم یه دختر خوب ایرانی پیدا میکنید با هم دوست بشید، یا دخترای دیگه ای هستن که بس اونا هم دنبال یک کسی میگردن که باشه هم خونه بشن، با هم همخونه میشید با یه دختر. برای که اگر میخواید هزینه ها رو تقسیم کنید. برای اصلا برای چی موندید؟ خب میتونید برگردید ایران. نه من پدرم میگن که تو 2 سالت گذشته، فقط 1 سال دیگه سختی مونده، این 1 سال هم هر جوری شده بساز. و یعنی چی اینا؟ نه نه صبر کنید، این تخصص از کجا دارن که آدم ها بعد از 3 سال در یه جایی سختی ها رو برای چی از آدم سختی بکشه؟ مدرک چی میگیرید؟ من بیزینس میخونم زیر شاخه مالی. خب چی میگیری؟ چه دیگری؟ چه لیسانس میگیرم. خیلی خب، بعدش میخواید باش چیکار کنید عزیز؟ میخوام کار کنم. میخواید هلند بمونید؟ بله. یعنی پدر و مادر بزرگوار شما 2 تا بچه داشتن فرستادن اروپا، خودشون تو ایران نشستن، دلشون خوشه که اونا تو هلندن؟ و این خیلی با عذاب وجدان برای ماست، به خاطر که اونا میگن خب ما زندگیمون رو فروختیم، نمیدونم کلی سختی کشیدیم، زیر بار کلی بدهی رفتیم که شما رو... من همیشه این حس عذاب وجدان نسبت پدر مادرم دارم. اصلا نداشته باشید، نه تنها عذاب وجدان نداشته باشید، شما اگر متوجه عرایض من باشید، من خشم و عصبانیت هم نسبت به خودخواهی و نادانی و بیماری اوناست. عذاب وجدان که آدم 2 تا پسر و دختر باشه باشه بفرسته یه دختر پسرش رو از 15 سالگی به اروپا، دخترش هم آدم بفرسته بره اونجا، بعد بگی برید اونجا، بعد بگی ما به خاطر شما رنج کشیدیم. مثل این که من بیام تو خیابون یه کسی رو بگیرم رو دوشم ببرم از این ور به اون ور، بعد بگم ببین آقا من چقدر رنج کشیدم به خاطر تو. اصلا برای چی کار کردید؟ یعنی شما عذاب وجدان برای چی دارید؟ حالا من اصلا حرفی ندارم، میخواید بمونید فکر کنید خودتون دوست دارید بمونید بمونید، ولی قرار نیست که شما با یه مردی زندگی کنید عزیز. تنها میمونم یعنی چی؟ یعنی اصلا من باور نمی کنم. یعنی واقعا اگر کسی داستان شما رو به من گفت که پسر و دختر و پدر مادری میشناسم، میگفتم احتمالا یه مقدارش دروغه و اغراق‌آمیزه. یعنی اینقدر کار خودخواهانه، نادانی، این همه اصلا نفهمی که اصلا من دارم چی کار میکنم با یه فرضایی در ذهنم. بعد بچه و پسرم رو 15 سالگی بسنم، دخترم مثلا فرض کنیم 19 20 سالگی بگم برید اونجا، حالا اونجا بمونید، بعدم اونجا زندگی کنید، بعدم میگه ما همه چیزامونو فروختیم یا خرج کردیم برای که شما اونجا باشید. اوکی عزیز، اون که حالا بریم سراغ خودت، ولی من تعجب میکنم از تو که فکر میکنی اگر این مرد رفت تنها میشی. مثلا باور نمیکنم که توی هم حرفایی بزنی و اینقدر نسبت به دور و برت و محیطت اینقدر غریبه باشی. بر به تو معلومه خودتو درگیر این پسرک کردی، این هم همجوری تو رو بازی داده، و الا اگر نه تو میتونستی تو خوابگاه اولا بری خوابگاه زندگی کنی که اونجا دانشجوان خیلی راحت داری. برخی از اوقات هم اونجا تو اون مسئله یه جایی مثل هلند بچه های ایرانی فراوون هستن، یه دخترشون رو پیدا کنی، هم کمکت میکردن هم میتونستی در حقیقت انتخاب بهتری بکنی. سوال من از شما اینه که من خیلی خیلی این مشکل وابستگی رو هر چقدر که سعی میکنم روش کار کنم همیشه با خودم داشتم. من قبل از اینکه بیام اینجا وقتی ایران بودم با یه وقتی که 15-16 سالم بود با یه نفر دیگه آشنا شدم، اون رابطه هم کلی مشکل داشت، ولی من خیلی ضربه خوردم و با اینکه میدونستم و میدیدم همه سعیم رو میکردم که اینو هر جوری باشه نگه دارم، و تا روزی هم که از ایران بیاد هر جوری بود اونو نگه داشتم. الانم با ایشون
ولی با ایشون این سعی من برعکس کار میکنه. یعنی وقتایی که من اگر بهش هیچ کاری نداشته باشم، زنگ نزنم، مسیج نزنم، بعد خودش سرکلش پیدا میشه، یه جوری میاد نشون میده که انگار اتفاقی افتاده. اما اگه مثلا بخوام ازش معذرت خواهی کنم یا بخوام یه جوری درستش کنم، فقط هی باعث میشه که این عصبانی تر میشه. هی مثلا شاید ما فقط یه دعوا کردیم، ولی وقتی من میرم که باهاش حرف بزنم که بخوام حلش کنم، میگه نه اصلا میدونی چیه، همه چی تمومه، من الان میذارم میرم. این همیشه اینو بر علیه من استفاده میکنه که میدونه که اگر اینو حتی اگه خودش هم مقصر باشه، این همیشه سلاح آخرشه و من این وابستگی خیلی اذیتم میکنه. عزیزم چرا میخوای واژه براش درست کنی؟ لغت وابستگی نیست. نگاه شما به اینه که من بی ارزشم به خاطر اینکه پدر مادر اون گونه از شما خواستن، مهم من نیستم، مهم اینه که دیگران خوشحال و راضی باشن، خداوند منو خلق کرده فرستاده اینجا برای که کلفتی کنم، که تو سری بخورم، که از دیگران احساس خفت و خاری بکشم، من مستوجب یه همچی زندگیم و اسم این رو گذاشتم وابستگی. بنابراین یکی تو ایران منو اذیت میکرد، همینجوری بهش چسبیده بودم، یکی هم اینجا. خودتونم به من گفتید چرا فکر میکنید اگر این تحفه فلان بره من تنها میشم؟ اولا یک، تنهایی به این ارتباط نداره، جدا میشید. دو، این چیزیست که دردآور و رنجاوره. چرا آدم باید کنار خودش داشته باشه؟ چرا من باید برم میوه هایی که گندیده هست رو بخرم بیارم بخورم بگم خب من لیاقتم بیش از این نیست؟ بعدم ایشون از حربه استفاده کنه که من گورم رو گم میکنم. خب به درک، عجیبه. من اصلا باور نمیکنم عزیز تو رو که من قرار هست ثابت کنم به دیگران که من خوبم. لطفا منو خوب بدونید، من هر کاری براتون میکنم، من هیچ ارزش و اهمیتی ندارم، من کلفت شما، من کنیز شما، من در خدمت شما، برای که اگر توی تحفه بری من تنها میشم. صحبت‌های قبلی منم که اصلا برات فرقی نکرد و فایده ای نداشت. عزیز من تو جدا میشی، تو با یه دختر خوب ایرانی یا هلندی میتونی خوب و خوش باشی، زندگی هم بکنی، تنها هم نباشی، جدا هم نباشی. چرا باید یه مرد بیاد که آزارت بده؟ چرا یه کسی نیاد تو به او و او به تو کمک کنه، کنار هم باشی؟ من اصلا باور نمیکنم حرفایی که میزنی. تو بعدم به یه کسی نقطه ضعف نشون بدی؟ به کسی بگه اگر تو گفتی مثلا آلبالو من قش میکنم، اونم بگه اگر کاری که من میگم نکنی میگم آلبالو که قش کنی؟ آخه برای چی نقطه ضعف داری؟ نقطه ضعفی نیست، بیماری توه. این احساس بی‌ارزش. درمان نمیخواد بکنی، مرتیکره بهش بگو گور تو گم کن بره، چی میشه؟ اصلا من باور نمیکنم تو رو. درمان کنم؟ شما میری دانشگاه خانم عزیز، الان یه مدتیست اونجایی، یه دوست دختر ایرانی پیدا میکنی، با بچه های ایرانی ببین گروهی دارن هستن، الان یه شرایط خاصه، روی شبکه اینترنت پیدا کن با اونا باش، یه دختر هلندی پیدا کن، اعلان کن من دنبال یه رومیت دختر هلندی میگردم. تو دانشگاه تو هر جایی که هستی، من شرایط رو نمیدونم، ولی ما که مجبور نیستیم. ببخشید میام یه کلامتون میگم، وقتی که مثلا ما با هم مشکل داریم، بعد میاد به من میگه که خب بیا ما به عنوان رومیت با هم رابطه داشته باشیم. یعنی فقط مسئلهش اینه که حالا اون رابطه رو میتونیم داشته باشیم. خب من اگر با خود و چه روبرو هستم، من ترجیح میدم حرف بزنم. من نمیدونم عزیز من، او چرا باید زرزر کنه و تو بپذیری؟ تو چرا فکر میکنی او خداست؟ یا فکر کنی ارباب توئه؟ یا تو فکر کنی کلفتشی؟ یا تو کنیزشی که ایشون اینگونه میفرمایند؟ یا آدمی داره از تو سوء استفاده میکنه، یا آدمی داره تو رو آزار میده، یا آدمی داره رنجت میده، تو بهانه داری پیدا میکنی که من کنارش باشم، بعد میگی او این را میگوید. خب بگوید. من مثلا باور نمیکنم تو رو. تازه بسیاری از مردم که میان نازت میکنن، نوازشت میکنن، میگن تو زیباترینی، تو بهترینی، تو چنینی، تو چنانی، که بتونن از تو استفاده کنن. تازه با زبون خوش میان، این لعنتی که با زبون خوش هم نمیاد. غیر از اینی که تو تصمیم گرفتی بگی من هیچم، من ظرف آشغالم، هر کسی که آشغالی داره بریزه توی من،
منم قبول میکنم، تحمل میکنم. این نتیجه اون تربیت غلط پدر و مادر توئه. پرفکشنیزم مسئله است. من بچه هم که کوچک بودم حرفم بهشون این بود که من اصلا پسر خوب نمیخوام، اگه خوب هستید به دنبال کارتون، من پسر متوسط میخوام با عیب و ایرادا در همه زمینه ها. بعد پدر و مادر تو میگفتن اگه 18 گرفتی بده، باید 20 بگیری یا هرچی از این قبیل. خب تو رو انداختن به اینجا، تو هم در نتیجه اون فرمایشات و مطالب عالیه شون به اینجا رسیدی که من هیچم، من بی ارزشم، من بی اهمیتم، من هیچم، هیچ چیزم برای من شایسته من نیست. یه کسی یه لقمه نون به من بده یا کنار من باشه تو سرم بزنه، عوضش خاطرم هست که کسی هست، تنها نیستم. بله عزیزم، اگر اینقدر ناراحتی برگرد ایران، بذار حرفای من رو بفرست برای پدر و مادرت که بفهمن چه جنایتی کردن و این افکار بیمارگونه شون تا چه حدی تونسته به شما دوتا آسیب بزنه، کسان از نظر روانی تو رو خالی خالی کرده. تو فقط منتظری کسی بیاد سوء استفاده کنه ازت. Use you and abuse you. هم ازت استفاده هم سوء استفاده کنه، بعدم مثل توفاله بندازدت کنار، بعدم تو رو تهدید کنه من میرم. من اصلا باور نمی کنم عزیز. تو برای چی فکر میکنی قرار رنج بکشی، تحقیر بشی، سرزنش بشی، تا یه کسی رو کنار خودت داشته باشی که مثل یه سگ کنار تو واق واق کنه؟ به من میگه که تو اوورریاکتینگ داری، به خاطر همینه که ما با هم من شما میشه مطالب کلمات آیات ایشون رو در یه بگید چاپ کنن به عنوان کتاب مقدس. تو ببین چقدر حالت بده که حرف مفت مزخرف یه برده داره، یه کنترل کننده ای که میخواد تو رو تو چنگش داشته باشه رو به عنوان حرفی که درسته یا خوبه مطرح میکنی. اوورریاکت یعنی چی؟ من وقتی دردم میاد دردم میاد، من وقتی رنج میبرم رنج میبرم. یکی به من برگرده بگه تو اوورریاکت میکنی، خب اوورریاکت میکنم که میکنم، برای تو گوره تو گم کن برو. بنابراین تو یه دختر ایرانی، یه دختر هلندی پیدا کن، با اونا دوست شو. اصلا کار مشکلی نیست، این همه وسایل مجازی هست. اعلان کن برو یه جایی، برو توی خونه ای که یه کسی دوربرت باشه، چون تو دلت میخواد یه کسی مثل سگ و گربه دوربرت بچرخه. بله اگر اینقدر سخته اون باید بره، به خاطر اینکه اون الان اینجا هیچ کاری نداره، دانشگاه هم اومده بیرون، همه چیز به اسم منه، یعنی از همه مزایای من استفاده میکنه، قرارداد خونه به اسم منه، قرارداد موبایل به اسم منه، هر چیزی که داره به اسم منه، ولی بازم اینجوری رفتار میکنه. باز ببین، باز برگشتیم سر حرفات. عزیز من، حالا باید یه جور دیگه رفتار بکنه. وقتی یک کسی اینقدر ابله و نادان پیدا میشه مثل تو که میتونه از تو استفاده کنه نشه، یک کسی پیدا بشه بگه لطفاً عارض خواهش میکنم، تمنا میکنم بیاید سوار من بشید، خب خیلی از آدم میرن سوارش میشن دیگه. اگر اینا به اسم تو هست ببین چی کارش میتونی بکنی، یا یک کسی رو اعلان کن رومیت بذار بره، بعد تهدیدت میکنه من میرم و کجا بره. همچی آدمی که بتونه سوارش بشه مثل تو پیدا نمیکنه. تو دلشم به تو که اینقدر هرچی هستی میخنده عزیزم، رها کن. کلفتی بسته، نوکری بسته، بردگی بسته، تو بدهکار کسی نیستی. من همیشه گفتم آدم ها یه ده خرن یه ده خرسوار، متاسفانه یه ده تخصصشون اینه. حالا جالب این که خراب میدونن میرن در میزنن میگن لطفا بیاید سوار ماشین. این حرف رو به تو نمیزنم، آدم ها یه ده طلبکارن یه ده بدهکار. جالب اینه که آدم های بدهکار در به در میرن در خونه طلبکارا که لطفا بیاد ما رو آزار بدید برای که شما طلبکاری ما بدهکاری، و تو هم از اون نوع هستی. چرا؟ برای که پدر و مادر نادان تو رو خالی خالی کردن، و بنابراین تو فقط قراره در خدمت دیگران باشی. تمام عمرت هم کوشش بکنی به همه ثابت کنی که من دارم رنج میکشم و زحمت میکشم که خوب باشم، لطفا منو خوب بدونید، لطفا منو دوست داشته باشید، لطفا منو ترکم نکنید.
بله درسته. تمومش کن عزیزم، اصلا این چیزی نیست، با یه تصمیمه، رها کن، اصلا یه راهی پیدا کن. تو اون محیط هستی، یه دو تا دوست ایرانی برو، من مطمئنم عزیزان وکیلی هستن توی هلند که ایرانی هستن، امیدوارم این صحبت رو بشنون، بگرد پیداشون کن، باشون صحبت کن، شر این لعنتی رو بکن از سر خودت. اصلا من دلم میسوزه یه دختری از ایران باشه بیاد اینجا اینگونه مورد سوء استفاده قرار بگیره، برای که اینقدر پدر و مادرش خالی خالی، تشنه تشنه، گرسنه محبت و توجه قرارش دادن و این همه احساس تنهایی میکنه، یعنی من بدم، به درد نخورم، بی ارزشم، و یه آدمی هم پیدا شده که درست آمده از این فرصت سوء استفاده میکنه، اونم یه بیمار بدبختی. بعدم تو برات شده کلمات او و بیانات او به عنوان آیات آسمانی که ایشان اینگونه میفرمایند. تمومش کن عزیزم، از پا در میای، تنفر از خودت بسه، خودت رو هیچی ندونستن تمومه، تو خوبی، تو با ارزشی. شعار نمیدم، سیدی حرمت نفس من یا یو اس پی شو بشنو، تو خوبی، تو سالمی، تو محتاج اینکه دیگران تو رو خوب بدونن، از تو راضی باشن نیستی. هیچ کسی هم از جدا شدن داغون نمیشه و یه دختری با توانایی های تو میتونه ظرف یک هفته دوست یا دوستانی حتی تو همین شرایط بد پیدا کنه. بله، اینقدر خسته ای، بزن خودتو به بیماری، پاشو برو ایران. حداقل ایام کریسمس. خیلی خب برو الان بگو که اینجا دکتری حالم بده، یه سردرد دارم، نمیدونم یه چی. عزیزم نجات بده خودت رو، بازیچه دست این آدم ها نشو. دقیقا ایریتا خیلی با من بازی میکنه و دقیقا میتونه که چجوری میتونه منو بازی بده با کاراش، با حرفاش، که به اون چیزی که خودش میخواد برسه. عزیز من اصلا هیچ، قربونت، ببخش منو، ببخش منو، ببخش منو، یه پالون میذاره روی تو سوارت میشه، این خیلی تخصص نمیخواد، وقتی تو خری چهار دست با جلو بشی مشکلی نداره، یه پالون میخواد که راحت بشینه رو. بلده یعنی چی؟ نکن عزیز، نکن، تو خوبی، تو با ارزشی، تو مثل بقیه. چه نمیتونم رو خودم کار کنم؟ رو نمیخوام رو خودت کار کنی، رها کن عزیزم. من نمیخوام تو با هیچ کس رابطه داشته باشی، من میخوام یه رابطه. تو میری مغازه، نمیدونم 10 یورو میدی، یه کالای 10 یورویی میگیری، ای 8 یورویی، دو یورو هم بهت پس میدن، یه رابطه برابر. من نمیخوام تو برای کسی کاری بکنی، نمیخوام کاری برای تو، کسی برای تو کاری بکنه، یه رابطه برابر با آدما برقرار کنم، طور که صبح و غروب مردم توی محیط اجتماعی و بیزینس دارن این کارو میکنن، همم هم خوشحال و راضی. تو 1000 تا مغازه بری، 1000 تا کالا بخری، اگه پول درست بدی کالا رو بهت میدن، با مهربونی محبتم با تو برخورد کنن. من نمیخوام تو کمک بگیری، من نمیخوام به کسی کمک کنی، نکن عزیز، و دست دور مرد خط بکش. تو فقط دنبال یه کسی میگردی که ازت سوء استفاده کنه. برو سراغ دخترها، فراموش کن دخترای ایرانی یا هلندی یا هر جای دیگه که رابطه برابر با تو برقرار میکنن، و اگرم میتونی بهانه دلیلی درست کن خودتو برسون به ایران، اونجا هم برو پروی خانم روانشناسی، هر مدتی که هستی روزی یکی دو بار دو ساعت که تو رو کمک کنه. روانشناسی که ایران میرفتن پیششون، که همین که به من گفتن تو اختلال شخصیت نمایشی داری، با ایشون صحبت میکنم تلفنی و ایشون به من گفتن به خاطر این مسائلی که توی خانواده بوده، تو هر چیزی که داری، نه فقط مثلا به عنوان دوست پسرم، یا اگر مثلا من یه جای زندگی میکنم، مثلا میخوام محل زندگی رو عوض کنم، یه اضطراب شدیدی میگیرم، حتی خونه ای که زندگی میکنم. یعنی میگفت اون چیزی که داری اگر هر وقتی از دست میری اضطراب شدیدی میگیری. خیلی خب، اونا مسئله نیست عزیز من، تو بیا رفتار واقع بینانه کن. من که نمیتونم به بهانه اضطراب پیدا میکنی بکن عزیز من دارم به تو میگم توی دختر هلندی پیدا کن که تو خونه باید هم خونه باشی، تموم شد، استرابه تنهایی رو دیگه نداری یا جدایی رو نداری.
این که شاهکار، اصلا مجانی بگو بیاد پرونه با من زندگی کن، تمومش کن لطفا حرف من گوش به خودی، دنبال این که من مریضم و بهانه نگیر. استراب جدایی داری ولی این چیزی نیست که به جدایی مرتبط بشه، اصلا نزدیک نشو که بعدا جدایی مسئله بشه عزیز. من چرا بیام با یک کسی نزدیک بشم که وقتی رفت اذیت بشم؟ ارزشش نداره. مواظب خودت باش لطفا، حرفای من یه دفعه دیگه بشنو لطفا، و یه کمی هم جدی باش و دوستای ایرانی پیدا کن، دختر که بتونید با هم کنار هم باشید، همدیگه رو بفهمید. خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز. خیلی ممنونم. خواهش میکنم.